شاخه نظامی حزب کارگران کردستان پکاکا مسئولیت انفجار مرگبار دیاربکر در جنوب غرب ترکیه را بر عهده گرفت روز پنجشنبه در جریان انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در این شهر هفت افسر پلیس ترکیه کشته و 27 و تن دیگر زخمی شدند این انفجار که از مرگبارترین آن طی ماههای گذشته در این منطقه بوده یک روز قبل از دیدار نخست وزیر ترکیه از دیاربکر صورت گرفت احمد داوود پس از اقامه نماز جماعت در این شهر گفت ما هرگز حراسی نداشتیم و نخواهیم داشت ما اینجا بودیم هستیم و باقی خواهیم ماند خدا روزی عمر من را خواهد گرفت و آرزو می کنم که آن روز اینجا میان برادرانم در دیار بکر باشم در این انفجار جنگنده های ارتش ترکیه مواضع حزب کارگران کردستان از جمله زاقه های مهمات و پناهگاه های آن را در شمال عراق هدف حملات هوایی خود قرار دادند. به گفته آنکارا از تابستان گذشته نزدیک به 300 تن از نیروهای امنیتی ترکیه در درگیری با نیروهای پکاکا کشته شدند. دیاربک هفته هاست که صحنه درگیری میان نیروهای امنیتی ترکیه و شبه نظامیان پکاکاست.